نشین تو کلاب هاوس بزرگتر از دهنت حرف بزن، کله رنگی. تو اصلا به این حرفا نمیخوردی، به این حرفا اگه میخوردی مطمئن باشه این قطع میشه. مطمئن باش تا الان 10 تا فیلم و عکس با هم اصلا با هم رفیق شده بودیم. چرا اصلا در سطحی نیستی با من رفیق شی؟ بعد اون کسایی که دور تو اومدن همه آرزوی ما رو دارن نزدیک ببینن. دیدن البته کف رستوران ما یه جای چی میگن، یه جای تاریخیه، همه اومدن توش یاد گرفتن رفتن. تو اشتباه کردی روز اول با اینا هم تیم شدی، الان هم مثل سگ پشیمونی، نمیدونی بمونی بری تو خونه با 50 نفر زندگی کنی. سایت شرطبندی هم رفتی زدی به جایی که توش موفق شی، کل فالوورات اون دختر زهرایه برد با اون یکی داره تو انگلیس پولای تو رو میخوره، اون یکی اومده بغل تو هزار تا کاسب شد، لایواشون رفت رو کا، نمیدونم فالووراشون رفت فالو، ولی تو هیچی نشدی چون عقل نداری. مواد با تریاک که میکشی این دوتا با هم سازگاری نداره، محرک با مورفین اون چرت اون چیزه فایده نداره. کلا اینا رو بهت میگم که عقلتو جمع کنی، هنوزم دیر نشده، ولی ما هیچ وقت راهی برای تو نداری، برای برگشتی تو نداریم. نه اصلا من عشق اینو دارم تو رو ببینم، نه عشقشو دارم بیام با تو بخونم، نه عشقشو دارم تو با اون کله رنگیت ما رو تک کنی. مثل همینه که ازت سوء استفاده کردن اونا، بابا یه مش پلش مثل خودتن، یه مش آدم تازه به این داستان رسیده مثل خودتن، ولی در کل گوی بزرگتر از دهنت نخور تو کلاب هاوس. ولی گناه داری، خدا ایشالله کمکت کنه برگردی به آغوش وطن تو، بری تو همون خونه های تهران. پسرکی بود باشون زندگی میکردی، با اونا هم 7-8 دهتایی زندگی میکردی، برگردید سعادت آبادی خونه بگیرید 20 تایی با هم برید توی خونه زندگی کنید، از ترکیه برید ترکیه، تو نمیتونی خرجتو در بیاری که اونایی هم که میبینی بغل تو اومدن با 4 تا مثلا زندگی خوب دارن و نمیدونم. ما خودمون بهشون یاد دادیم چیکار کنن چیکار نکنن. کلا خدا پشت و پناه دیگه، خفه شد تو کلاب هاوس. حق تو نتونستی از فضای مجازی بگیری، حق تو نتونستی از موزیکایی که درست میکنی بگیری، فقط خرج عمل تو اینا در میاد. ولی در کل اینا مفرید کردن، 4 تا پلش تر از خودت مفرید کردن. اون یکی تو لایف میومد تو لایفت میگفت برات خانوم میارم راه دوریه، کیه این احمد چی بود چی بهش اسمشو نمیادیم چی بود، جواد بود، محمد بود، کی بود، اون اومد نمیدونم تو لایوت برایش گفت نمیدونم بیا برات خانوم بیارم، زغم کردی این چه خفنه، من کیم میخواد برای من خانوم بیاره. ولی داشت لایو تو خالی میکرد تو لایو خودش، فالوور رو داشت میبرد تو فالوور خودش. تو هم اونور اومدی سایت زدی هیچ گوهی نشدی، تو سایتت رفتیم دیدیم دیگه سر میز انفجار 10 نفر اومده بودن، این بچه سنا با 5 تومن 10 تومن داشتن بازی میکردن. ولی در کل راه تو اشتباه رفتی، من جای اینا بودم این همه بهشون لطف کردی، بهشون عزت دادی، احترام دادی، اینم بگم و به خدا همین الان من تو درسته حالا بچه بیادبی هستی، فقط یه هنرمند معتادی، ولی در کل من جایی تو بودم به قرآن این کله رنگی گناه داره. این جایی که کسایی که مفرید کردن، اون دختره اون ور، این پسرهای این ور، به خدا برات یه ماشین یه خونه میخریدم. یعنی اگه واقعا تو با ما اینجوری، من کسان علاقه به شما ندارم، 1% مثل اینا بودم دنبال ارباب بازی بودم، مثلا یکی مثل تو رو ارباب خودم کنم، اونا دوست داشتن تو اربابشون بشی، خودم نه، یعنی مثال دارم میزنم، حداقل یه ماشین 5-6 میلیون لیری برات بعد میخریدن و یه خونه 3-4 میلیون لیری اینجا پاسپورت اینجا رو میگرفتی، مثل سگ زندگی نکنی، هر لحظه بترسی آی نگیرنم، آی ندارم ایران، آی فلانم نکنن، نه اقامت داری نه عزت داری، نشستید توی خونه 20 نفر همه تون هم فاز گنگ گرفتید، ما گنگیم، 4 تا موزیک کسشیر میخونی میدی دست مردم، ما گنگیم، درشو بذار تو کلاب بودسم دهن تو به من انتره بوگندو. جای تو بودم حق همو میگرفتم، اگه ببینید مصالحات همه نمیتونی حق تو بگیری با جنگ و دعوا حق تو بگیری. خدا جدی دارم میگم، این دو سه تا دخترایی که قبلا از پیش من اومده بودن بعدم پیش تو اومدن، همون بعد نفری 7-8 میلیون لیر بهت بدن، حساب کن 7-8 میلیون لیر چقدر میشه، تو ترکیه میتونی باش چیکار کنی. یا مثلا اون یکی چیه، پسرهایی که بهشون لایواشون رو کار کردی، همه عشق تو داشتن اومدن با تیز کردن، بعد نفری دو تا ماشین برات بخرن، یه ماشین 5-6 سن، یه دونه لامبورگینی، یه دونه بوگاتی، یه بنتلی، یه چیزی بالاخره برات بخرن، یه جی کلاسی، حالا جی کلاس به درد تو نمیخوره چون اسمشو نمیارم، این ماشین بچه بازیای دیگه رو میگم، اینا رو بعد برات تو بخرن چون واقعا خیانت بهت کردن. اول دست منو میبوسیدی، الان صاحب همه اینا بودی، اینا هم مثل جوجه دستت بودن، گرفتی شد ولی نکردی دیگه. تو کلاب هاوس صحبت نکن در مورد من، کله رنگی هنرمند منتظر.
دستشوی دارم حرف میزنم. حالا به من ربطی نداره کلن گفتم کل رنگی فرق دوست و دشمن تو بمونه، نشین تو جلابوز زیر اضافه بزن. گرفتی دارم دستشوی میکنم میشنوی بری بشینی در مون دو چهار تا مثل مونگول مثل خود در بودی و باشون صفا کردی رفتی اومدی بشین با اونو صحبت کن بگو اینا منو بدبخت کردن بیچاره کردن اینجوری کردن اونجوری کردن. نه من که من اصلا تو رو نمیشناسم چی انقدر قدته چیکار دارم باهات کله رنگی برو دنبال زندگی. من حواسم نبود باز همه چی رو با فیلتر گذاشتم رفت بالا. ای بابا فیلتر که نیست، نور دیگه، نور خدا امروز قایم شده رو هوا، هوا ابریه نتونستیم چیز کنیم. حرفی آدم تابلوی پوستر رو بخون آقای عزیز لونچ. اگه اومده بودی تو اینجا بوسیده بودی الان یکی از آدمای موفق بودی مثل اون کسایی که مفرید کردن، ولی نیومدی ببوسی به مشکل خوردی. آقا خیلی دیگه گذاشتم روز خود کشور ما دوره ای رو بورس بودن. الان نگاه کن متی تارمی رو بورسه، داره داشت گل میزنه، افتخار تو اروپا میاره، انشالله که هزار برابر بیاره. الان رو بورسه، بازیگر بهش پیام میده، فوت همه پیگیرشن، آقا بریم ببینیمش فلان اینا. یه زمانم ما تو صنف خودمون رو بورس بودیم، تو صنف خودمون ما نه فوتبالیستیم نه خواننده، هر کی تو فکر کنی مثلا ما در تماس بود، دختر میخورد زمین اولی نفر میگفت برم پیش داوود. گرفتی چی شد؟ مثل خودت من موقع رو بورس بودم خوردید استانبول زمین، به جایی که بیای دستبوسی بیای دستو ببوسی بیای زیر این پرچم عزینه وایسی بگی آقا به ما چیکار کنیم، کار یاد بده، زندگی یاد بده، رفتی با ما شدید مثلا طرف و فاز اینو گرفتی بیای نمیدونم بگی دوست دختراشو من فلان کردم، ای تو تلگرامت پیام بذاری اشتباه کردی. موقع من رو بورس بودم بعد میمدی دستبوسی، میمدی دستبوسی، الان خیلی حال و روزت خوبتر از این بود. کل رنگی معتاد یادت میاد که میگم یادت یا نه همون موقع الان ایمان آورده بودی الان یه گوهی شده بودی، ولی متاسفانه که راه تو با همسنفای خودت رفتی الان هم یه توفتره چیزت نمیندازن. این موزیک بخون مجانی بده دست مردم، بده دست مردم بگو این من هنرمندم، 1 میلیارد فروش بشه نمیدونم من گردنم کلوفت، 2 میلیارد بشه من گردنم کوتاه، برو پی بازی. چقدر بورس کردم، نری پولتونه بریزید تو بورس ایران ها، بدبخت میشین ها. رو بورس بودن دوره ایه بچه ها، اصلا اینجوری نیست که همیشه رو بورس باشی، چه فوتبالیست باشی، چه خواننده باشی، چه نمیدونم چه تنیسور، هیچ وقت بهش پشت نکنید و هیچ